که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو. شما خواهش میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با درود خدا به همه پیامبران حضرت حق، با سلام و تقدیم ارادت حضور همه شما بینندگان ارجمند، توفیقی داریم که برای بار دوم در این هفته به صورت مستقیم و زنده به خانه قلب‌های شما دعوت بشویم و از اینکه پذیرای ما و این برنامه هستید از صمیم قلب از همه شما بزرگان سپاسگزاری میکنم. با امیدوارم که این گفتگوها و این گفتوشنیدها بتواند که در جهت بالا بردن سطح معرفت و ادراک جامعه به مسائل مبتلا بهی که ما داریم باعث بشود که جامعه بهتر و امن‌تر برای همه فراهم بشود و هیچ قصدی جز این از تأسیس این برنامه‌ها در ذهن خادمان شما نیست. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب‌آلوده. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. در بعضی از قرائت‌ها این طور خوانده میشه که خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده. شستشوی کنو آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو
گفت بیدار شو ای ره روه خواب آلوده، شستشوی کنم وانگه به خرابات درا، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. به هوای لب شیرین پسران چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرآی، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جام جهان دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو، گفت بیدار شو ای ره روه خواب آلوده. در برنامه های جلسات گذشته گشاینده مبحث جدیدی بودیم در ارتباط با نقش فقه در ارشاد و یا در گمراه کردن مردم، نقش فقه در تعلیم و تدریس حق الله و حق الناس، و نقش فقه در بدآموزی و در تجاوز به حق الناس و حق الله. خلاصه مطالب جلسات گذشته این بود که ما در مطالبی که در این سلسله گفتارها به عرض رساندیم، یک مطلب رو در سراسر این مباحث دنبال می کردیم و اون این که طبیعت فقه باید طبیعت تعلیمی باشد، حالان که فقه در افواه و در جامعه دارای رسمیت قانونی است، یعنی از فقه به نام قانون نام میبرند، در حالی که فقه نمیتواند قانون باشد. فقه میتواند پایه قانونمند ساختن مجاز مردم باشد. فقه میتواند که در باب تعلیم و تربیت مؤثر باشد و افراد از استنباطهای فقها و سایرین از قرآن و از مطالب دیگر بهره بگیرند
باور بدارند یا باور ندارند و در پایان کار بر باور خیش و بر اساس تطبیق با باور خیش قدم بردارند و اقدام به وضع قانون کنند در چارچوب مقررات و آنگاه این قوانین که ممکن است ریشه در اعتقادات رای دهنده داشته باشد و قطعا همچنین است می تواند که نظامی باشد و ضابطه‌ای باشد که قابلیت اعمال و قابلیت اجرا و قابلیت تحمیل دارد و به عنوان یک سرمایه حقوقی و به عنوان یک عنصر تحمیلی دارای حق حراست است و تجاوز به او و تخطی به حدود قانونی که مردم وضع کردند نوعاً جرم محسوب می شود و باید هم محسوب شود و کسانی که از این قانونی که مردم ساختند اطاعت نمی کنند می توانند که مورد تنبیه قرار بگیرند، تنبیه مدنی و تنبیه کیفری و تنبیه جنایی. در طول تاریخ فقیهان که مدعی استنباط ناب و خالص از قرآن هستند استنباطهای خودشون رو وسیله اسارت مردم قرار دادند و مردم بیچاره رو در جهل و بیخبری و وحشت و خرافه نگاه داشتند و مردمی که وحشت زده هستند، مردمی که می ترسند، مردمی که نمی دانند در درون کتاب آسمانی چه نوشته است، با احکام این فقها در درجه اول از قرآن جدا می شوند و خواندن قرآن برای ایشان ممنوع می شود و فقها به ایشان میگویند بر اثر استنباط ایشان از قرآن فهم قرآن برای تو غیر ممکن است و خواندن قرآن برای تو حرام است، تعقل قرآن و تعقل در قرآن برای تو حرام است و اگر از قرآن تفسیری کنی که نتیجه استنباط توست و اگر از قرآن تعبیری کنی که نتیجه عبرت توست، که نتیجه بازنگری تو و نتیجه انعکاس و تأثیر قرآن در ذهنیت توست، اگر از قرآن تعبیری بگویی جرم نابخشودنی انجام دادی و به ساحت معصوم توهین کردی. فقیه به ما آموخته است که بر اساس استنباط او از قرآن درک قرآن در انحصار معصوم است و تنها معصوم و جانشین معصوم است که می تواند قرآن را بخواند و بداند و تعریف کند و تفسیر کند. فقیه به ما یاد داده است که از قرآن چنین آموخته است و حکم او قاطع است. هرچه فقیه آموخته است همان است که خدا آموخته و همان است که خدا گفته، تردیدی نیست. با فقیه محاجه نمیتوان کرد، مجادله نمیتوان کرد، احتجاج نمیتوان کرد، حجت نمیتوان به میان آورد، استدلال ممنوع است. آنچه حدیث میاندیشد، آنچه فقیه میاندیشد، پوزش میخواهد، آنچه فقیه می اندیشد حکم تام است، حکم خداست، کلام خداست، وحی خداست و چنان محکم است که هیچ جای بحث و گفتگو و نقد و انتقاد باقی نمی گذارد.
فقیه به ما گفته است که از قرآن آموخته است که هر کس، توجه کنید، که هر کس از قرآن تفسیری کند که تفسیر او متکی و برابر و تکرار و تقلید از تفسیر معصوم نباشد و در غیبت معصوم تفسیر او برابر تفسیر مرجع جانشین معصوم نباشد، مرتد و قابل حد است. بشنوید، فقیه به ما آموخته است و ما را تربیت کرده است و تعلیم داده است که بر اساس استنباط او که لا ریب فیه است، در استنباط فقیه نمیتوان شک کرد، شک در استنباط فقیه مجازات دارد. فقیه به ما آموخته است که این قرآن به وسیله معصوم تعبیر و تفسیر شده است و تعبیر به رأی فردی، یعنی اگر تو در ذهن خودت مفهومی برای قرآن پیدا کردی، فراستی به قرآن پیدا کردی، عبرتی از قرآن گرفتی، به تعبیر و تفسیر قرآن پرداختی و مبنا و متکای تعبیر و تفسیر تو ذهنیت و انعکاس مستقیم تو به مفاهیم قرآنی بود، یعنی اگر تو از قرآن دارای استنباط مستقل بودی و استنباط خود رو به صورت قول از اندیشه برون کردی و استخراج کردی از اندیشه خود و ذکر کردی، تو قانوناً مرتد از دین محسوب می شوی و این عمل جسارت و نفی عصمت و اعتبار امام است. یعنی اگر تو، اولا که حق نداری قرآن بخوانی، قرآن رو معصوم یا نماینده معصوم میخواند و معنی او رو برای تو میگوید و کاربرد و استعمال او رو برای تو تعریف میکند و مجاز میکند، تو شعور آن رو نداری که بتوانی قرآن رو بخوانی و بفهمی و در زندگی مطابق آن عمل کنی. از نعمتهای خدا یکی هم این است که معصوم یا نماینده معصوم قرآن رو خوانده است، تفسیر کرده است، لقمه را جویده است، کنار گذاشته است، فقط تو دستور بلع لقمه را میگیری و لقمه را بلع میکنی و تناول میکنی و از مزایای آن برخوردار میشوی، اما اجازه استنباط نداری. اینها چیزهایی است که فقیه به ما آموخته است و ما هم از وحشت اخروی و هم از وحشت دنیوی جرأت نزدیک شدن به قرآن رو نداریم، به خاطر اینکه ما آلوده هستیم و فهم ما کمتر از فهم قرآن است و قرآن برای ابرار گفته شده است و راسخون در دین کسانی هستند که جزء معصوم محسوب می شوند و اونها هستند که اجازه دارند قرآن رو بخوانند و بدانند و برای ما تعریف کنند و ما با قرآنی مواجه هستیم که از عبرت و تفسیر بزرگان و معصومین استخراج می شود و زاییده می شود و به همین لحاظ است که تقریبا هیچ کس ریاضی نیست. این صحبت من طبعا اندکی از افراد هستند، ولی در کلیت قانون این است که افراد معمولی نمی توانند با اتکاء به فهم شخصی خودشون از قرآن دارای رأی و دارای نظر باشند و بنابراین قرآن همونطور که در سوره فرقان آمده است که خدا نزد پیامبر گریه و فریاد می کند که ای خدای من، این قوم من قرآن رو به زندان افکندند و دور از دسترس قرار دادند، محجور ساختند، می‌بینیم که در زمانهای ما
تا اونجایی که تاریخ قد می دهد و اشاره می کند و به یاد دارد، افراد ممنوع از خواندن قرآن هستند و قرآن رو به صورت عربی یا ترجمه ساده فارسی با اضافاتی که مترجمین کردن، اون هم در شاید 50 سال اخیر یا شاید 40 سال اخیر، اجازه خواندن فارسی قرآن داده شده. حتی فارسی قرآن هم خوانده نمی‌شد. خاطرم هست در سالهای اول دبستان بودم، در مکتب در دبستان سالهای نخستین بودم، دقیقا خاطرم نمی آید که کدام سال بود، ولی سالهای اولیه دبستان بود. در اون زمانی که تعریف می کنم، مرسوم بود که در دروس وزارت فرهنگ وقت قرآن هم جزء مواد درسی بود و ما مجبور بودیم که قرآن رو به عربی بیاموزیم و معلمین سختگیری هم در این زمینه داشتیم. خاطرم می آید که در یکی از آیات قرآن یک کلمه موسیقاری برخورد کردم یا میوزیکال برخورد کردم و از معلم سوال کردم که ببخشید آقا، با اجازه، گفتش بگو چه میگویی. تا من معنی این آیه رو میخواستم، معنی لغت رو میخواستم. و یسفک الدماء، و میریزند خونهای اونها رو. اون وقت مرسوم بود که با یه چوبهای نعنا، چوبهای کلوفت نعنا که بدتر از چوب خیزران بود، به کف دست و بعضا در سالن باز مدرسه یا در حیات مدرسه به کف پا می زدن. به کف دست با همین چوبهای معمولی به کف دست می زدن در کلاس، و خارج از کلاس در سطح مدرسه موقعی که به صف می ایستادیم که بعد به کلاس ها بریم، افرادی که بنا بود فلک بشون و به پای اونها شلاق بخورد، شلاق که نه، چوب بخورد، در اونجا اون تنبیه انجام می شود. و ما در کلاس مقرر شد که برای این سوالی که کردیم دستهای خودمون رو باز کنیم، و اونقدر کف دستهای من چوب خورد که نوک انگشتهای من شروع به خون ریزی کرد. و معلم گفت به این خونها دیدی چیز؟ این معنی اون آیه است که پرسیدی. دیگر بعد از این معنی فارسی عربی آیات قرآن را اگر سوال بکنی تنبیه شدیدتری خواهی شد. این خاطره هنوز هم ذهن من آزار میده و هنوز هم به جنایاتی که به وسیله فقها و دینشناسان و دینمداران در جامعه رسمیت پیدا کرده بود، مرسوم شده بود و عادت شده بود و به عنوان یک نرم و به عنوان یک دین و به عنوان یک مذهب به کار می رفت و تا امروز هم بقایای اون ادامه داره. همونطور که عرض کردم، مرسوم بر این بود که اگر کسی قرآن رو می خواند، همین صوت قرآن به زبان عربی اگر صحیح خوانده بشود، فهم خودش رو منتقل می کند و سواد خواندن فارسی لازم نیست، معنی فارسی لازم نیست و مفهوم اون لازم نیست که فهمیده بشود. فقط همین با صدای بلند اگر که قرآن رو به عربی بخوانند، ثواب او واصل می شود. پیش از این پیش رفتن عملی بود که جرم محسوب می شود و شخصی که چنین می کرد اولا کارش بی اعتبار بود و بعد هم به صورت غیر مسلم به او نگاه می کردن، به عنوان یک بزگری که از گرده خارج شده و کارهای بیقاعده و غیر مرسوم انجام میده. بعضا هم می توانست که اگر در مدرسه این کار رو می کرد مورد تنبیه قرار بگیرد. این است که در سالهای بسیار طولانی یک افراد معینی که در نوعی کارتل و نوعی مافیای فقهی به سر می بردند، مجاز بودند که بتوانند این گروه خاص و الیت و برتر قرآن رو بخوانند و هر طوری که می خواهند در جلسات خودشون قرآن رو معنی کنند، تعبیر کنند، تفسیر کنند
و تفسیر خودشون رو از قول معصوم بیان بکنن، که شما وقتی که تفسیر معصوم رو میشنوید که چه کسی جرأت دارد که با تفسیر معصوم مخالفت کند. حال چه تفسیر معصوم باشد چه نباشد، وقتی به شما میگویند امام جعفر صادق درباره این آیه چنین گفته است، آیا شما قدرت دارید، توان دارید که فکر کنید، تعقل کنید و بگویید بالاخره امام جعفر صادق فکری کردن در مورد این آیه؟ اما این آیه گفته است که استنباط برای همگان آزاد است، من جمله برای امام جعفر صادق. به چه مناسبت و به کدام مجوز و به استناد کدام فرمان من یک طلبه، یک مسلمان، یک آموزنده رو از نعمت قرآن و فهم قرآن محروم میکنی؟ به چه مناسبت قرآنی که دستور داده است که تعقل در سطر فرائض قرار دارد، چطور منو محروم میکنی از تعقل، از این عبادتی که قرآن گفته است، و من رو مجبور میکنی که تفسیر امام جعفر صادق رو بپذیرم؟ گو اینکه هیچ سندی در دست نیست که امام جعفر صادق چنین گفته باشد، اما تو به خاطر اعتبار بخشیدن به تعبیر و تفسیر شخصی خود، هم امام جعفر صادق را بدنام میکنی و هم قرآن را بدنام میکنی و هم سرپوش بر تفسیر امام جعفر صادق قرار میدهی و هم سرپوش بر حقانیت و استقلال قرآن قرار میدهی و دستورات قرآن را پنهان میکنی و من و نظیر من رو از نعمت قرآن بی بهره میکنی. سخن در اینجا دوستی و دشمنی با فقها نیست، سخن در اینجا دشمنی نیست، سخن در اینجا دروغ گفتن نیست، فریب مردم نیست، قدرت کسب کردن نیست، به دست آوردن وسائلی برای اکتساب شهوت غیر مجاز نیست. ما نمیخواهیم در اینجا ثروت بیاموزیم، ما نمیخواهیم وسیله اکتساب و اتخاذ شهوت رو در اینجا اکتساب کنیم، به دست بیاوریم. ما دنبال اقتدار نیستیم و قدرت رو سرقت میدانیم و سارق نیستیم. ما میخواهیم آزاد باشیم تا علل سقوط اسلام رو با هم بررسی کنیم و قدم به قدم در معبر تاریخ و در بستر تاریخ با شما قدم برداریم. معبر تاریخ اونجایی است که تاریخ از کرده های خود عبرت میگیرد. بستر تاریخ جایی است که تاریخ به خواب می رود و تاریخ فراموش می شود. ما در تاریخ که تاریخ رو بررسی می کنیم، شما مقاطعی دارید که مثل کتابی که بعضی از اوراق او رو پاره کرده باشید و از بین برده باشید و مفقود شده باشد، که سر و ته صفحات با هم جور در نمی آید. 50 صفحه از یک کتابی رو کندن، جلد اون کتاب رو کندن، یک ورق از کتاب دیگر پاره کردن. مطالب ممکن است که در کتاب باشد ولی ارتباط با هم ندارد. تاریخ وقتی در معبر عبور می کند باعث عبرت می شود، وقتی در بستر عبور می کند پنهان می شود، خموده می شود، خاموش می شود، به خواب می رود، به خواب مرگ می رود تاریخ در بستر. و ما قرآن رو در بستر تاریخ معاینه می کنیم در برنامه دیگر. در زمانهایی تاریخ رو معاینه می کنیم که تاریخ بی صداست،
تاریخ به خواب مرگ رفته. چرا؟ به خاطر اینکه عبرت‌های تاریخ مضر به حال فقیهان بوده و به همین مناسبت تاریخ را ترور کردند، تاریخ را تیرباران کردند در مقاطع معینی از زمان و تاریخ را مدفون کردند و کشتند و به خاک سپردند. اون مقاطع تاریخ در خلاء تاریخی قرار داره و ما قصدمان از قرآن در بستر تاریخ مطالعه اسلام تاریخی همزمان با تاریخ هایی است که جسد تاریخ در خاک دفن شده است و همه این کارها رو کسانی کردند که در انحصار قرآن شریک بودند. موضوع منحصر کردن قرآن و موضوع بی‌بهره کردن عام از نعمت عام قرآن و نعمت عام قرآن رو تبدیل به یک ترجیح خاص کردن کار کسانی است که به نام فقیه و به نام قرآن شناس و به نام حقوقدان و به نام شریعت شناس وارد این معرکه شده اند و قرآن رو از مردم سرقت کرده اند. از دیدگاه حقوقی به طور کلی نسل فقها ها، حالا من منظورم این نیست که همه فقها ها این طور بودن، ممکن است در بین فقیهان افراد فهمیده هم باشند و بسیار هم هستند، ولی من راجع به یک قشر و اندیشه قشری سخن میگویم که فقیهان نوعاً سارق هستند، سارق قرآن، سارق کلام خدا و نوعاً مفتری هستند، کسانی هستند که افترای به قرآن میزنند. مثلا قرآن گفته است که استنباط از قرآن یک وظیفه است و معارفه درباره استنباطهای قرآنی یک وظیفه است، فرض است، امر خداست. فقیه میگوید که استنباط از قرآن در محدوده اهل عصمت است، مربوط به معصومین است. قرآن میگوید تو باید با فراست و تعمق از قرآن عبرت بگیری. عبرت بگیری یعنی چه کنی؟ یعنی قرآن رو تعبیر کنی و تو باید با فراست به قرآن نگاه کنی. یعنی چه کنی؟ یعنی قرآن رو تفسیر کنی. فقیه چه میگوید؟ میگوید تعبیر قرآن و تفسیر قرآن از عهده تو خارج است و بر تو حرام است و اگر قرآن رو تفسیر کنی تجاوز به حق معصوم کرده ای. فقهایی که سخنان من میشنوند میدانم که به گوشه لبهای زیبایشان چه لبخندی نقش میبندد، چون ما هر دو به یک زبان و با یک فرهنگ سخن میگوییم. وقتی قرآن استنباط را حلال کرده است، سهل است، فرض کرده است، واجب کرده است و تو فقیه حلال خدا را حرام کردی، این کار در قرآن ممنوع است. اون چرا که خدا گفته است حلال است و واجب است تو میگویی حرام است و تو مردم را برای اطاعت از امر خدا که تعبیر قرآن و تفسیر قرآن است تنبیه میکنی، یعنی مطیع خدا را تنبیه میکنی آیا تو عاصی هستی یا نیستی، آیا تو طاغی هستی یا نیستی. آیا تنبیه کسی که مطیع خداست طغیان محسوب نمیشود؟ آیا تنبیه کسی که مطیع امر خداست خلاف اطاعت محسوب نمی شود؟ آیا کسی که ینقضون عهد الله، کسانی که قطع می کنند، نقض می کنند عهد خودشون رو با خدا،
اگر شما برای مسلمان شدن تعهد نکرده اید که به میثاق خود با خدا پابند باشید، آیا شما با تنبیه مؤمن و با تنبیه مطیع به قرآن که اونچه خدا به او گفته عمل می کند، شما با تنبیه مطیع طغیان نکرده اید، نقض میثاق با خدا نکرده اید؟ و آیا کسانی که نقض میثاق می کنند به زبان قرآن نه به زبان من فاسق نیستند؟ اگر با منطق و دلیل ثابت شد که جامعه فقها مطیعان قرآن رو تنبیه می کنند و اونها را از حقوق اجتماعی محروم می کنند و امنیت اونها را به خطر می اندازند و آراء خودشون رو به جای قانون اجرایی بر مردم تحمیل می کنند و مانع تحقق تعلم از قرآن می شوند، آیا چنین افرادی می توانند که محکوم به نقض عهد بشوند؟ و اگر چنین شدند، آیا به زبان قرآن کسانی که نقض عهد می کنند این افراد فاسق محسوب می شوند یا نمی شوند؟ و آیا طغیان و عصیان و فسق و کفر و گمراه کردن و به راه کج هدایت کردن کار کسانی نیست که عصیان می کنند و طغیان می کنند؟ اگر چنین نیست که پس همه تاریخ و همه مشاهدات ما دروغ است، و اگر چنین است در چه زمانی به خیش باز می گردید و در چه زمانی توبه می کنید و در چه زمانی دست از اسارت قرآن بر می دارید؟ ما برای تعویض دستگاه‌های ضبط هر 30 دقیقه یک دقیقه یا کمتر متوقف می شویم. باز می گردیم با شما خانم. با سلام. پس استنباط از قرآن نعمتی است که خدا به همه عنایت کرده و ما با حق استنباط از قرآن و همینطور وظیفه استنباط از قرآن فقط یک حق نیست، یک تکلیف و یک وظیفه است. ما باید قرآن رو بخوانیم، باید قرآن رو بدانیم و باید در مورد قرآن اظهار نظر کنیم. ما باید دارای استنباط باشیم و ما باید دارای امنیت باشیم، حق داشته باشیم که استنباط کنیم. افزون بر آن ما باید حق داشته باشیم و امنیت داشته باشیم که استنباط‌های خود رو با استنباط‌های دیگران در میان بگذاریم. ما باید دارای امنیت باشیم که علم خداداد رو که به ما داده است در فطرت ما نسبت به قرآن پرورش بدهیم و بیان کنیم و در این بیان و در این روشنگری که آن هم عنایت دیگری است که خدا به همه نوع بشر داده است، از تبیین، از بیان قرآن و ایجاد استنباط از قرآن و نشر استنباط از قرآن و در تعاطی افکار قرار دادن و در مبادله اندیشه و معامله فکری قرار دادن استنباط‌های قرآنی باید مجاز باشیم، باید آزاد باشیم، باید مختار باشیم و باید دارای امنیت باشیم، دارای آسایش خیال باشیم
وحشت نکنیم از اینکه اگر نگرش من با قرآن از نگرش تو متفاوت بود، فردا با داغ و درفش مواجه خواهم شد. چند نفر بودند که تا کنون در موضع وحی مثل دکتر عبدالکریم سروش اندیشه داشتند و چند نفر از این افراد جرأت کردند که استنباط خود را از قرآن بیان کنند. با همین فرد مذکور که چه کرده است جز این که استنباط خود را از قرآن بیان کرده است و حسن نیت خود را نشان داده است، همه عمر به تحصیل و واقعاً به طلبگی و ریاضت پرداخته است و جز آموختن و آموختن و آموختن و به دیگران یاد دادن هیچ نکرده است. چنین شخصی با چنین موقعیتی، با چنین قدرت معنوی مجاز نیست که استنباط قرآنی خود را بیان بکند و با او با بی احترامی ترین روش معامله شده است و همه آثار او رو که عمری یک انسان مفید برای تولید اونها مصرف کرده است، واژه‌هایی، موضوعاتی، مطالبی، جملاتی، عباراتی رو که تک تک حروف رو کنار هم گذاشته تا یک مفهومی رو بیان کند، تا یک موضوعی رو مبادله کند، تا یک اطلاعی رو صادر کند که عمر یک انسان برای این کار مصرف می شود و عمر انسان یک بار است. همه اینها رو باید خمیر کرد، نوشته های او رو، دهان او رو بست، دندان های او رو شکست و او رو به محبس انداخت و اگر دستی به او برسد جان او را هم در مخاطره قرار داد. چه کرده است؟ استنباطی از قرآن کرده است که با استنباط تو تفاوت دارد، البته چون استنباط در انحصار معصوم است و تو نگهبان و حافظ معصوم هستی، درست مثل روش مشرکان که همه کسانی که ترویج شرک می دهند علناً وجود خدا را که انکار نمی کنند، اینها می گویند خدایی هست یا خدایانی هستند که این خدایان در عالم غیب هستند، در عالم مجرد هستند و با کسی سخن نمی گویند، تنها به زبان وحی در یک زمانی در این قرآن کلماتی گفتند و رفتند و وحی تعطیل شده است و فهم به این وحی به عهده من است و در واقع من از طریق وحی با خدا در ارتباط هستم و اون چرا که من برداشت می کنم همان است که مقصود خدا بوده است و قرآن هم واقعا در این زمینه نقش واقعی و مهمی ندارد. مهم این است که من به تو می گویم که چه استنباطی از قرآن حاصل است و این استنباط من هم متکی به استنباط معصوم است و تو اگر استنباط مرا نپذیری، استنباط معصوم رو نپذیرفتی و استنباط معصوم استنباط خداست و در واقع تو محارب با خدا هستی اگر قرآن رو بخوانی و اگر قرآن رو معنی کنی و اگر قرآن رو مستقل از فقیه که فقیه دارای تفسیری از قرآن است که ریشه در تفسیر معصوم دارد، اگر تفسیر مستقل کردی باید مجازات میشوی، مرتد محسوب میشوی، ملحد محسوب میشوی، کافر محسوب میشوی و مشرک محسوب میشوی. با این تمهیدات علم فقه، اگر بتوانیم نام او رو فقه بنامیم، در طول تاریخ کاری جز گمراه کردن و جز ایجاد وحشت کردن و جز قرآن رو به ثمن بخس فروختن
و جز احراز قدرت کردن از قدرتمندان زمان، افرادی که در طول تاریخ قصد حکومت و قصد اقتدار داشتند همیشه برای توجیه استبداد خودشون، برای توجیه فئودالیته خودشون احتیاج به تقدس داشتند. استبداد بر دو مبنا و بر دو محور استوار است: محور خرافه و محور خشونت. محور خشونت محور بسیار پرخرجی است و مستهلک می کند و مستهلک می شود. خرج سرسام‌آور وحشت ایجاد کردن و خشونت به خرج دادن، اولا جلوی تولید رو می گیرد، خشونت بیش از حد جامعه رو ساکت می کند، ولی جامعه رو به حالت رکود در می آورد. نتیجتا تولید از جامعه گرفته می شود و کسانی که خشونت رو در تاریخ ادامه دادن، تاریخ را بخوانید، می دانم از تاریخ وحشت دارید ولی بخوانید، تاریخ رو بخوانید، ملاحظه می کنید که کسانی که فقط خشونت رو به کار بردن، مستبدینی که در طول تاریخ فقط خشونت رو به کار بردن، به لحاظ اینکه خشونت یک امر بسیار بسیار پرخرجی است، علاوه بر آن که پرخرج است، درآمد و تولید رو از بین میبرد در جامعه. یعنی افرادی که تحت خشونت قرار میگیرند یا در محبس میفتند یا فراری میشوند، قرار ندارند که در قرار تولید کنند، امنیت ندارند. تولید در امنیت میشود، امنیت نسبی. اسارت هم نوعی امنیت نسبی است، اما وقتی خشونت فزونی میگیرد امنیت رخت بر می‌بندد و اقتصاد از ناامنی فرار می‌کند. به طور کلی عرض می‌کنم نتیجتاً تولید کم می‌شود، از طرفی مخارج بالا می‌رود و نهایت امر استبداد سقوط می‌کند و استبداد بعدی از لاشه‌های او به وجود می‌آید و همین طور دور تسلسل پیدا می‌کند. هر حاکمی از حاکم قبلی خونخوارتر و بعد حمله به کشورهای همجانب و در واقع ایجاد سرقت و تجاوز به حقوق دیگران، بعد از اینکه حقوق ملی خودشون را از بین میبرند و به صفر میرسانند، شروع به دستاویزی و سرقت اموال دولتهای دیگر، ملتهای دیگر میکنند. اما نهایتاً حکومت‌های استبداد که بر مبنای خشونت استوار است سقوط می‌کنند و عمر کوتاه‌تری دارند نسبت به نوع دیگری از استبداد. استبدادهایی که بر اساس خشونت در آغاز کار و استفاده از تربیت خرافه در مرحله دوم، یعنی حکومت‌هایی که دارای ذکاوت هستند، مستبدهایی که دیکتاتورهایی که دارای ذکاوت هستند، موزیگری دارند، هوش شیطانی دارند، اینها کسانی هستند که از سرمایه های اولیه بخشی رو صرف خشونت می کنند و بخشی رو صرف ساختمان خرافات می کنند. وقتی سرمایه خشونت به پایان می رسد، شبانه های خرافه از زمین سر میزند. خرافه عبارتی است از اینکه ارتش و سرباز و اسلحه ویران کننده ای که در خشونت با مخارج فراوان تحصیل می شود، در نظام استبدادی خرافه گری این تفنگ ها و این فشنگ ها به صورت مجانی در درون ذهن فرد کارگزاری شده. یعنی هر فردی که به خرافه پابنده است، در درون او یک اسلحه و یک ماده انفجاری قرار دارد که او هرگز از ترس این انفجار و ترس این مرگ و نابودی قدم در راه عقل و شهامت و تفکر و اندیشه بر نمی دارد.
خرافی و خرافاتی کسی است که با عقل و منطق و شرف و ارزش‌های انسانی روبوسی و خداحافظی کرده است. انسان‌هایی هستند بسیار جبون و ترسو، خودفروش، لرزان، بی اعتقاد، بی امنیت در درون و در برون، جبون و سازگار و فرمان بردار و فرمان پذیر و قدرت پذیر و سر به زیر. این میوه درخت خشونت است برای حکومت هایی که باهوش هستند و همزمان برای داروی سریع در جامعه، معالجه سریع، دفع شر سریع خشونت می‌ورزند و سرمایه‌های عظیمی برای خشونت مصروف می‌کنند و همزمان بخشی از سرمایه‌ای رو که برای خشونت مصرف می‌کنند برای ترویج و تربیت خرافه به کار می‌گیرند. و خرافه وقتی رشد می‌کند احتیاجی به خشونت هم ندارد. اونقدر مردم سر به زیر می‌شوند و از شیر و از ببر، خرگوش و بره سر به زیر ساخته می شود و امنیت نسبی حاصل می شود و حکومت های استبدادی ادامه پیدا می کنند. در طول تاریخ نقش فقیه، نه فقط برای دین اسلام، برای همه دین‌های دیگر، آفرینش خرافه و ایجاد مکاتب خرافی و جلوگیری از اندیشه کردن و جلوگیری از تعقل بوده است و هست. چیزی که باعث حریت انسان می شود، باعث عظمت انسان می شود، باعث شکوفایی انسان می شود، باعث پرواز و معنویت انسان می شود، تعقل انسان است. که انسان بیاندیشد و به حکمت برسد بنابرای گفته قرآن. اگر انسان حکمت رو از دست بدهد، در اثر از دست دادن حکمت انسان تبدیل به یک موجود بی فرهنگ، بی عقل خرافی می شود. ما وقتی در قرآن نگاه می کنیم می بینیم که دستوری که خدا داده است به عنوان وظیفه پیامبر و اون چه که در قرآن گفته است از پیامبر اطاعت بکنید، یعنی از دستوراتی که به پیامبر داده شده و پیامبر اطاعت میکند شما هم از همون دستورات اطاعت کنید و این سنت پیامبر است و این سنت خداست. دیشب هم فکر میکنم یا جلسه گذشته هم این سوره عزیز و مبارک رو، این آیه عزیز و مبارک رو برای شما خواندم. یسبح لله، در حال تسبیح هستند برای الله، ما فی السماوات و ما فی الارض، و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، اون چه در زمین و آسمان هاست، اون چه در عالم ممکنات است، در حال تسبیح اللهی است که پادشاه است، که قدوس است، که عزیز است، که حکیم است. هو الذی، چنین پادشاهی، چنین قدوسی، چنین عزیزی و چنین حکیمی، با چهار صفت. بعث فی الامیین رسولا، برانگیخت از بین همریشه ها
رسولی را از بین ایشان. من هم از بین ایشان که چه کند؟ یتلو علیهم آیاتی. الان شروع کار است، هنوز که ما هیچ از قرآن نمی دانیم. اگر تلاوت قرآن امر نشده بود، به میل پیغمبر گذاشته شده بود، دلش میخواست میخواند، دلش نمیخواست نمیخواند، و قرآن به میل پیامبر در میآمد. ممکن بود پیامبر حوس کند و اصلا قرآن رو نصفش رو بیشتر بیان نکند، یا فکر کند که لازم نیست بیشتر از قرآن بگوید، یا اصلا هیچ نگوید. قرآن رو بازی نگیرید، هر واژه‌ای از قرآن به اندازه همه کائنات دارای وزنه و دارای سنگینی و دارای اهمیت موضوعی و مفهومی است و یک واو در قرآن بی‌جهت نیامده است. یتلو علیهم آیاتی، وظیفه این پیامبر در درجه اول این است که تخلیه بشود، هر چه به او گفته می شود باز بگوید، هر وحیی که به او نازل می شود باز بگوید، ابلاغ کند، تلاوت کند، تعلیم بدهد، روشن کند و مطمئن بشود که این گفتار و این ابلاغ در دل تاریخ باقی می ماند. حالا 12 نفر صحابه، افراد یار انتخاب بکنه، صحابه انتخاب بکنه، بنویسند، یادداشت کنند، از حفظ کنند، در شهرهای مختلف بگردند، ماه یک مرتبه مجلس تطبیق برقرار کنند، آیه های جدید رو با آیه های قدیم اضافه کنند و دو مرتبه دوره کنند و تطبیق کنند و روش های مختلف به کار ببرند. یتلو علیهم آیاتی، حفظ کند آیات خدا را در تلاوت، و وقتی از دهانش خارج میشه این آیات، ترتیبی بدهد که این آیات برقرار بماند و فراموش نشود و منسوب بشود و جاودان بشود و باقی بماند. یتلو علیهم آیاتی، برخواند بر ایشان آیات اون الله رو که پادشاه قدوس عزیز حکیم است. که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو، نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من، نخواهم جان پرخم را، توی جانم به جان تو.